سلام علیکم دوستان عزیز، باز هم بنده خدیجه صالحی در خدمت شما عزیزان هستم. اما امروز در کنار خود جناب استاد شیخ عبدالکبیر حیدری قاری ممتاز و جدید افغانستان با خود داریم. در میخواست سلام علیکم جناب استاد. سلام علیکم و رحمت الله. سلام خدمت شما و خدمت همه بیننده هایی که همین اکنون ما را تماشا میکنن. انشاءالله سعادتمند و سلامت باشین شما و همه ملت غیور افغانستان. انشاءالله جناب استاد، برنامه امروز تاجر فهم مختص ساختیم به فعالیت های قرآنی و همچنان فعالیت های اخیری که شما انجام دادین و در کشورهای مختلف سفر داشتین. در نخست چی بهتر است که در مورد سفرهای قرآنی تان صحبت های داشته باشین، بعد از این انشاءالله باز میپردازیم به سفر اخیرتان بنگلادش. سلامت باشه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا مولانا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. خب خدا را سپاسگزار و شکران داریم که ای توفیق برای بنده حقیر نصیب کرده که در خدمت جامعه قرآنی افغانستان باشم و نماینده باشم در و در حقیقت سفیر باشم که بتانم برنامه‌های خوب قرآنی را نه تنها در افغانستان بلکه خارج از مرزهای افغانستان برای جهانیان ما به مو چیزی که قرآن حقش از گفته بتونیم انشاءالله ادا بکنیم. من فکر میکنم یکی از نعمات الهی است که خداوند لطف کرده و الا که بنده چیز کاری نیست و خوب شک درش نیست که هر کار از خود یک عشق و علاقمندی است که در ابتدا امو باعث میشه که انسان امو مسیر در حقیقت بگویم که با تمام مشکلاتی که صد رایش میشه طی میکنه، به هر حال تو در موقعیتی که خدا برایش لطف میکنه در حقیقت بگویم که تا حد میتونه که برسه. انسان هیچ چیزی نیست که ناممکن باشه، چون خداوند این قدرت به انسان داده. خب باز بر میگرده عشق و علاقمندی هر کسی یک هنر خوب را مثلا پیشه میگیره و علاقمنده که در ارتباط با او مثلا با او کس بخواد خالصانه کار بکنه و نظری خدمت داشته باشه، مخصوصا هنرهایی که مفید باشه برای جامعه. ما هم از آوان کودکی علاقمند بودم در ارتباط که یک هنرمند خوب قرآنی باشم، در حقیقت بگویم یک ممثل خوب قرآنی باشم، تمثیل بکنم از پایگاه جامعه قرآنی افغانستان. یعنی به حمدالله تا حدی که او آرزوها را به فکر خود میپروراندم، من فکر میکنم تحقق پیدا کرده. خب خدمت در راه قرآن و خدمت در پایگاه قرآنی و خدمت در دین اسلام، ما فکر میکنم که نزد همه مسلمان از جایگاه خاص برخوردار است هر کسی که در ایران گام بگذاره. اما ما نمیگیم که از جمله کسانی هستیم که واقعا خدمت کردیم، دوست داریم که واقعی خدمت بکنیم. هدف ما ازی است، ما ایره از خداوند متعال درخواست داریم که خدای این نعمت را که برای ما دادی این نعمت از ما نگیره. چون ما در حقیقت گفتم، در ابتدا گفتم که ما افتخار دارم که الحمدلله در خدمت جامعه قرآنی افغانستان هستم، نه تنها تمثیل ما در خود افغانستان بلکه خارج از مرزهای افغانستان هم همه دوستان میبینند، دیگه حاجت به بیشتر تشریح نیست. حالا به هر حال من پیام ای است که برای جوانان و نوجوانان چیزی را که در ذهن خود دارن و قرار است که به او قله های بالا برسن، چیز ناممکن وجود نداره امروزه. بعض اوقات اگر ما نگاه بکنیم در دنیای ورزش، شاید یک ورزشکار بگیم شما به نظر شما بوده که یک وقت مثلا بیاین در او آوان کودکی با این فکر بودین که شما برین در میادین بین المللی یک ممثل خوب افغانی باشین در اوجه در میادین ورزش، مثلا اونا شاید بگوین نه، ما با این تصور نبودیم. اما وقتی که عزم داشتن که باید باشن شدن. امروز ما داریم دستاوردهای خوبه درسی علمی نمت الحمدلله جامعه اسلامی افغانستان، ما الحمدلله از جهت سطح ارتقای علمی خوب پیشرفت کردیم. این که مشکلات ما در داخل خود ملت داریم بحث جداگانه است. ما یک سفر که در کشور دو ماه پیش بود، ما کشور البته واسه تدابیر رفته بودم، قرار نبود که برنامه اجرا بکنم در ایران. خب افغانای ما خبر شدن که ما اونجا حضور پیدا کنیم، با بسیار شوق علاقمندی مراکز قرآنی آمدن، گفتن باید شما حتما یک برنامه اجرا بکنید اونجا. خلاصه مطلب برنامه تا حد رسید که برادرای
ایرانی ما هم دعوت کردن انصافا. و جالب ازی بود که ما در بین برادر ایرانی گفتم صحیح است که اونا به تعجب به ما گفتن که چطور یک افغانی مثلا در این مرحله سطح علمی قرائت و برحال در دنیا مثلا شما شاهدنامه دارین مثلا سفر کردین. ما گفتم صحیح است که افغانستان از جهت مشکلات سیاسی و برحال بگویم دغدغه‌های هم خود داره، ولی که ما از این انکار نمیکنیم که افغانستان مثلا استعداد نداره. شاید بگویم که او زمینه‌ای که برای دیگر کشورها فراهم است برای نسل جوانش، اگر نیم از برای ما فراهم باشه، ما بالاتر از اونها کارهای دیگر میتونیم انجام بدیم. این استطاعت است. به کدام کشورها سفر کردیم؟ هر زمان به حضور شما، ما شاید تا حالا قابل دیده سفرهای قرآنی؟ بله الحمدلله در سفرهای قرآنی ما بیشتر از شاید 30-31 کشور سفر کرده باشم تا الان. چندین بار ایالات متحده آمریکا، که همین ماه مبارک رمضان ما آمریکا بودم الحمدلله 40 روز اونجا در خدمت دوستا و عزیزا، و بسیار سعادت نصیب شد برای ما هم که در جمع افغانای ما و خارج از افغانا مسلمانایی که بودن در شهرهای مختلف واشنگتن، نیویورک و کالیفرنیا، و تا فعلا 4 بار ایالات متحده آمریکا و 4-5 بار طرف اروپا سفر کردیم، آلمان، فنلاند، فرانسه، عالمی دولت اروپایی، و یک بار لبنان سفر کردیم، دیگه امارات متحده عربی، عربستان سعودی، ایران، پاکستان، و خدمتتون عرض کنم که آفریقای جنوبی. همین رقم زیاد است الحمدلله. تا فعلا سفرهای متعدده داشتیم و همین سفر اخیر ما خدمتتون عرض برسانیم که دمی دو ماهی که بود، دو ماهی اخیری که بود، حالا مسافر بحث خود کشور ایران بود که البته او سفر دعوتی نبود، خود شخصی با فامیل بود، مشکلات بحث تداوی اینا بود، اما باز فضایم الحمدلله تلاوت های بسیار خوب الحمدلله اوجه اجرا شد و برحال در اخبارهای خود برادرای ایرانی ما هم برآمد، به حساب از اینکه قاری افغانی آمده بود و از کشورهای مختلف در یک تلاوت مشتا 3 کشور شاید بگویم یا کمتر یا بیشتر در یک پنتون یک دانشگاه بین المللی از جامعه المصطفی آمده بود تلاوت داشتم که حتی از کشورهای آفریقایی بودن. وقت آخر به بسیار یک مشکل از او جای ما برآمدم، یعنی تعجب برشان بود که یک افغان مثلا. به هر حال هدف ما هدف همی است که چطور بتانیم خدمت ما در عرصه قرآنی و اسلامی و مخصوصا به صاحب نام افغانستان باشه. خب جناب استاد، در مورد سفر اخیر که به کشور بنگلادش داشتین، میشه در این مورد یادآور شوین که از چند کشور قاری را دعوت کرده بودند و همچنان از کشور افغانستان به نمایندگی افغان ها چند نفر دعوت کرده بودند و با چه دستاورد برگشتین؟ عرضم به حضور شما که سفر اخیر ما که ما جدیدن تا یک هفته نمیشه که آمدیم، کنفرانس بین المللی قاریای نخبه جهان بود در شهر داکا و شیتاگونگ خود بنگلادش. در عرصه قرآنی ما بسیار ترجیح میدیم سفر یک قاری قرآن به کشور اسلامی نسبت به کشور غیر اسلامی. به حساب چی؟ یعنی هدف منظور ما دیگه چیست؟ منظور ما ایست که در کشور غیر اسلامی که میری شاید متخصصین قرآنی تا یک حد باشن کستون مشنوان، اما در کشور غیر اسلامی، در کشور اسلامی که میری یک مرکز معتمد شما را دعوت میکنه، بفهمید کونا به تمام معنا شما را تحلیل تجزیه کرده دعوت میکنه، چون خودشان حافظای قرآن زیاد دارن، قاری قرآن زیاد دارن، اساتید قرآن نخبه ها زیاد دارن. بعد از این تمام چک گفتنگان تا بعد از این که تمام مراحل طی میشه، اینا مراسم اینا بر حسب ازی بود که امروز در دنیا کدام قاری نخبه هستند. ما در جمع نخبه‌ترین قاریای دنیا مثلا انتخاب شدیم الحمدلله، که از کشور مصر بود، از کشور تنزانیا بود، سعودی بود، مثلا هندوستان بود، و از کشور پاکستان بود، کشور ایران بود، مثال از اینا هم کشورهای نخبه‌ای که در جهان اسلام امروز قاریای خوب را تقدیم جامعه اسلامی کردن. من جمله الحمدلله برای اولین بار در تاریخ افغانستان این شد که از افغانستان هم نه من حیث متسابق، ما مسابقه نرفته بودم، من حیث یک استاد بین المللی که در سطح دنیا از ما قرآن میشنوان مسلمان ها نتانا مردم افغانستان، یعنی از او دیدگاه ما را دعوت کردن و در کنفرانس که ما شرکت کردیم بیشتر از 60,000 نفر حضور داشت و از کشورهای مختلف. و خوشبختانه من هم پسر خود نگاه کردم، گفتم که دیدم در این طرف ما بیرقای هندستان و بیرقای کشورهای ایران اینا بود، ما نفر خاص گفتم کجاست بیرق افغانستان؟ اگر بیرق افغانستان نباشه من قرآن نمیخونم، من به نمایندگی از یک ملت هستم دیگه. من البته لباس افغانی پوشیده بودم، چپان افغانی پوشیده بودم با کلا، و جالب از این بود گفت چون اینجا بیرقا جایی نشد کلش این دیگه طرف باز از دیگه کشور است، از مصر است، از شما بازیدن که بیرق افغانستان به هر حال بود. و زمانی که تلویزیونشون پخش مستقیم بودم یک قسمت لایف انداخته بودن بیرق افغانستان هم در روش در پیشروی ما زدگی بود.
خب انسان یک احساس به انسان پیدا میشه، چون ملت ما یک ملت است که انسان دوست داشتنی است در حقیقت. با من مشکلات کرد. افغانستان چند نفر به نمایندگی رفته بودیم؟ ما به دست خود ما نیست که ما چند نفر بریم، اونا باید انتخاب بکنن. تنها من انتخاب شده بودم. در تاریخ مثلا بنگلادش در این کنفرانس اولین بار بود که از من حیث قاری معروف دنیا نه تنها افغانی دعوت داده بودن، این اولین بار بود که من در این کشور سفر کردم و این سفر بسیار سفر پربار بود. شاید در این مدت که ما بودیم شاید بیشتر از چند میلیون نفر صدای ما را دوش شنیده باشد، چون در هر برنامه ما تلویزیون ها لایف بود و تلاوت های پخش میشد و روی جایگاه که میرفتیم روی سکوی قرائت با تمام مشکلاتی که افغانستان داشت، یعنی نسبت به نمیگم که ما بسیار خوب خواندم، نسبت به سایر قاری از کشورهایی که بودن به او آرامی و آرامشی که آمده بودن حضور داشتن، ما بسیار فکر پراگنده بودم. این مدت که رفتم چندین انتحاری و چندین انفجار و شهدا، اینو به هر حال اینا کش تاثیرگذاره. هیچ کس ما آرام نیستیم. کسی که در برنامه علمی میره هم آرام نیست، کسی که در برنامه دینی میره هم آرام نیست، کسی که در برنامه ورزشی میره هم آرام نیست. آرامش روحی ما نداریم، اما با وصف زنیم با یک عقده که میریم روی سکوی بین المللی حضور پیدا میکنیم، ما فکر میکنم دعای مردم افغانستان بازم یک الطاف الهی میشه که بالاترین اجرا رو ما میداشته باشیم در میدان های بین المللی، چی در گفتن درس علمی، چی درس ورزشی، چی درس برنامه دینی و قرآنی. خب جناب استاد، در قبال این همه وظایفی که شما انجام دادین، البته این همه دستاوردهایی که به کشور افغانستان آوردین، خب وزارت حج ارشاد و اوقاف چی فعالیت هایی داشتن و آیا بعض اوقات دیدار از مراکز می داشته باشن یا خیر؟ و همچنان تا جایی که اطلاع دارم مرکز جدیدی هم مرکز قرآنی میخواین تأسیس کنیم. خب وظیفه حج ارشاد اوقاف است که در این راستا باید خدمت کنه و همچنان یکی از وظایفش هم البته خدمت به مدارس است. خب آیا در این راستا همراه با شما همکاری کردن یا خیر؟ خدمتتون عرض برسانیم که جناب وزیر صاحب محترم انسان خیلی با شخصیت و انسان خیلی محترم و انسان است که به گفته خودشان قاری را زیاد دوست دارن و علاقمند برنامه دینی و قرآنی هستن. ای که تا فعلا تو کار بنیادی برای ما نکرده و این ما خدمت ایشان هم گفتم، تا فعلا تو کار که برای مفاد جامعه قرآنی که در او حدی که ما میخواهم که باید انجام شوه انجام نشد متاسفم. گرچه خانشان آباد وعده ها دادن تا فعلا، دیگه وعده ها که تحقق پیدا نمیکنه مشکل در کجاست، شاید مشکل خودشان داشته باشن، به هر حال که چی مشکل صدرایشان میشه و چی باعث میشه که نمیتونن در سه برنامه قرآنی ما اینو همکارشن، شاید به دیگه جا همکاریشون خوبتر باشه. اما ای که حضور پیدا کردن، لطف کردن، هم گفتم وعده ها هم دادن، ما بیشتر از این چیزا ما نسبت به وعده ها بیشتر تاکید روی ازی داریم. ده وعده دادن نشه، یک وعده داده شوه او تحقق پیدا بکنه. امروز مرکزی که زمین ما خریداری کردیم از پول حلال خود آمدیم یک جایی زمین ما خریداری کردیم، کورم خانهشان آباد رو گرفتن، در محضر بردن اینا دولت ها در محضر بردن و بریم برای اینا رشوت بدیم. ما از میشه بهشان میگم که رشوت یک قران از ما داده نمیشه و او زمین ما رو ما اعمار میکنیم بدون از اینکه خود جناب شاروار صاحب ما در جریان بگذاریم میشه که از ما رو بردن در محضر. از ما کار محضر نیست، مدرسه بزرگ استاندارد قرآنی در افغانستان بنیانگذاری میشه. دیگه زمین ما زمین تجاری نیست که بردن در محضر که باز ما بریم در هر ناحیه پول داده بریم 5000 10000 دلار یا از وسط توان ما خارج است. اما خدمتتون عرض برسانیم که جناب وزیر صاحب آمد امور تعدابش گذاشت، من میتونم که امور ظرف یک ماه دو ماه اعمارش بکنم از پولای این طرفی طرفه که بریم از دولت بگی از دولت بگی از سیاسین بگی. از ما این نمیگذاریم که برنامه دینی و قرآنی ما پایگاه دینی و قرآنی که مردم دوج از تمام اقوام مذاهب اسلامی یا یک پایگاه مذهبی تعصبی جور شوه یا یک پایگاه تعصبی قومی جور شوه یا یک پایگاه سیاسی قومی جور شوه. ما این به خاطر ماندیم تا امروز که هیچ استطاعت ما نرسیده که ما رو بکنیم میشه مظلومانه امو که تعدادش گذاشته شده تا فیران مانده. صرف هدف ماضی است که تا چه وقت ببینیم که خود وزارت اوقاف که وظیفهش انجام بده تا فیران انجام ندادن که ما مشکلات که هستن و دیگه ما خود ما از پول خود از چیزی که با دست ما میه اعمارش میکنیم و خدا کن تا 10 سالم امی تکه ما میرخم کندگی بانه ما از پولای طرف طرف هیچ وقت انشالله اعمار نمیکنیم و این مرکز هدف ماضی است که یک مرکز باشه برای اجماع تمام اقوام و تمام مذاهب اسلامی که از ابتدایی که ما در افغانستان کار کردیم هدف ما این بوده هیچ وقت خود مربوط یک کشور یک سمت یک سو یک قوم یک مذهب نساختیم
و هدف ما امی است که در افغانستان مراکز قرآنی آری از دغدغه‌های سیاسی و دخالت کشورها باشه، بگذارن که برای ملت افغانستان چهار تا جوانی که میاد موجه به خاطر هدفش آموختن قرآن اینه به سمت سوی دیگه نبرن، که شما هم در جریان هستین الحمدلله. در مرکز قرآنی ما اوجه به نام شیعه و سنی کس کسر نمیشناسه، به نام مسلمان حمل لا اله محمد رسول الله میگه استقبال میکنیم ازش و من برنامه دینی و قرآنی خود پیش میبرن. یک ده مخربین او که هستن که میگن که اینا فلان شده بسم الله، اینا کلش اساس اصلا نداره. همه مردم مرا میشناسه که هدف ما تا امروز هدف خدمت برنامه دینی و قرآنی بوده و هدفم از این بوده که چطور بتانم یک خادم قرآن باشم به نمایندگی از جامعه اسلامی افغانستان. دقیقا جناب استاد، چرا ما مثل کشورهای دیگه اسلامی که همیشه مسابقات قرآن می داشته باشن و سالانه یک مسابقه برگزار میشه و بر علاوه مسابقات محافل انس با قرآن می داشته باشن در هر چند ماه یا شش ماه یا یک سال، چرا کشور ما از این نگاه فکر میکنم که ایره باز هم این مرکز اساس گذاری کرد که محافل انس با قرآن در افغانستان ترویج ساخت، اما چرا دیگه مراکز امی کارات پیش نمیبرن از طرف وزارت حج ارشاد اوقاف؟ خب هر کسی که ابتکار جدید انجام میتنه و وریره این کار ساده نیست در هر رشته که باشه. از ما یکی از مبتکرین این حرکت بودیم در افغانستان که مراسم های انس با قرآن رایج ساختیم خارج از مراسم فاتحه. فقط قرآن در فاتحه خوانده میشد. حاجی صاحب مردک قاری صاحب فوت کرده و وزیر صاحب فوت کرده و کیر صاحب بین چهار تا قاری بین قرآن بخونه. قرآن که برای مردن آمده دیگه، دائما کلوه پخته کنم، دائما نظر شب و پلاو باشه، بریم یک پلاو بخوریم، یک چند ختم نما بخونیم، خلاص. قرآن برای زندگی درس است، برای زندگی بشریت، نه تنها برای مسلمان ها. ما خواستیم که مراسمایی که مثلا دیگه مراسمایی که امروز برنامه ریزی میشه، مراسم های تفریح و مراسم های مثلا حالا بگویم که هر کس از آدرس خود یک مراسم داره، چرا ما خارج از مرده و خارج از فاتحه چرا ما مثلا مراسم قرآنی نداشته باشیم؟ این ابتکار کردیم الحمدلله که شما هم دوست مراسم داشتیم به الحمدلله که موافقانه تمام شد. در او ورزشکار آمد برای اولین بار بود دید که قرآن خارج از فاتحه خوانده میشه. سیاستمدار کسایش که علاقمند بودن آمدن امروز الحمدلله و چقدر خواهرها برادرایی که مسلمان بودن علاقمندی آن چنانی به شنیدن قرآن نداشتن اینا چقدر علاقمند شدن الحمدلله امروز. در اگه ما آمار بگیریم بیشتر از خواهرای برادران الحمدلله امروز علاقمند شدن که برن فقط گوش خود نوازش بدن فقط به قرآن، دیگه چیز دیگه قلب های ما را دیگه او اطمینان را که باید داده شوه باطنی فقط قرآن میتوز، دیگه چیز دیگه نداریم ما، دیگه راهی نداریم. امروز حتی با شما معلوم است که اخبار اگه ما نگاه بکنیم به مدلی بیشتر از کسایی که دیپریشنشان گرفتن اینا ممثلین بزرگ هستن، اینا میرن فقط رجوعشان به صاحب قرآن قرآن میشنن، دیگه چیز نگفتن که غذای روح است، فقط امی قرآن است. قرآن با آوای زیبا شنیده شوه، از یک قاری حرفه‌ای شنیده شوه، دقت کردین؟ بله. قرآن پیامبر خدا صلی الله علیه و آله میگه که شما با صوت زیبا بخونید، لذا احترام نیست که قرآن قربانش هم عظمت داره کسایی که میخونه، اما ما پیامبر خودش تاکید میکنه شما قرآن با صوت زیبا بخونید، حسنوا القرآن به اصواتکم یا زینوا اصواتکم بالقرآن. لذا از این است که چی خوب است که ما قاریای خوبه عالی جوانه که امروزه الحمدلله اونا هم دکتر هستن، هم انجینیر، هم قاری، هم کامپیوتر ساینس، هم اینا رو بهم در کنار یک دیگر بگذاریم، بتونیم که مراسم های خوب قرآنی رو آغاز بکنیم. البته یک ابتکار بود که از آدرس مجمع ما آغاز شد به الحمدلله، گرچه که اساتید بزرگوار ما تقدیر تشکر میکنیم، اونا هم در عرصه خود خیلی کار کردن، خدا حفظشون کنه، همه اساتید بزرگوار جناب استاد برکت الله سلیم و جناب استاد عبدالشکور فلاس، اساتید دیگری که هستن امروز اینا هم زحمت خود کشیدن، ما نمیگیم که زحمت نکشیدن، همه هر کس در عرصه خود در وقت خود یک کار را یک ابتکار را انجام میدن که به حال همه ما کل ما بگیم به این فکر هستیم چطور بتونیم جامعه قرآنی یک جامعه خوب سالم تربیت بکنیم. هدف همه اساتید قرآنی همی است. خیلی سپاس جناب استاد و حالا یک میان برنامه کوتاه داریم، با ما باشه در ادامه برنامه. باز هم خوش آمدین عزیزان ارجمند و با صحبت‌ها و سوالات خود ادامه میدیم. البته قابل یادآوری است که شخصا خودم خیلی خرسند هستم امروز که جناب استاد با خود دارم و تا آخرین دقایق بیننده برنامه باشین و همچنان در اخیر برنامه جناب استاد ان شاءالله ما تلاوت هم داشته باشن. اما جناب استاد در مورد یادآور شدین که میتونیم که در چندین رشته ما درس بخونیم، مثلا به نظر شما چگونه است یک مثلا یک دختر یا یک بچه که میرن انجینری میخونه برای لازم به علوم قرآنی رو بخونه، به نظر شما صحبت اینا زیادتر تاثیر می داشته باشه یا یک نفر به فقط علوم دین بخونن؟ بله،
ما فکر میکنم که هر دوش عمل خیر است، شک درش نیست که هر کسی که میرشته قرائت دینه چی میکنه این جایگاهش دیگه طبعا معلومدار از بین جامعه اسلامی باشه. ما فکر میکنم به نظری ما مقید نباید شود دیگه. امروز یعنی کسی که قاری قرآن بود دیگه هیچ چیز دیگه غرض نگیره، نه کامپیوتر بخونه، نه انگلیسی بخونه، نه طب بخونه، نه انجینری بخونه، در حال کلش هم در قرآن برش گفته برو طب بخون، قرآن از طب سخن میگه، برو حقوق بخون، در قرآن حقوق است، برو مثلا شما علم فکر کو تکنولوژی بخونید، در قرآن کل تکنولوژی اومده. یعنی قرآن برای ترغیب و تشویق است برای بشریت، شما برین علم بیاموزین، سیر و فلعز. یعنی حتی می خود سفر خودش در قرآن هم شما برین ببینین که ای مخلوقات الهی چی کارهایی رو انجام میدن، چی فرهنگایی دارن. امروز مثلا فکر کو درس کشوری که ما سفر کردیم یک فرهنگ عجیب رو مثلا دیدیم. همین سفر اخیرم که کنفرانس بین المللی کشور بنگلادش بود، یک فرهنگ عجیب برای اولین بار بود که مردم برادر عزیز مسلمان بنگلادش دیدم. الحمدلله خب در انات مسلمان ها فرق نیست، همه همون نماز است، پنج وقت نماز روزه، این شک درش نیست که اینا اساس است، چون رهبر ما یک رهبر است رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. اما در فرهنگ های خود انانوی داخلشی خیلی متفاوت، من بسیار چیزا رو آموختم از اونجا و بسیار چیزا رو تجدید شد برای من و بسیار چیزا خدمتتون عرض برسانم، من نمیگم کار غرور تکبر نشه، افتخار کردم به افغان بودن خود. یعنی فرهنگ ما الحمدلله جهت فرهنگ سعی میکنی ادبی خیلی بالاست، الحمدلله امروز سعی میکنیم مثلا نشست ما، برخاست ما، غذا خوردن ما نسبت به اون مردم خیلی متفاوت تر، مثلا و بسیار یک مشکل ما مثلا در وجه غذا میخوردیم. حالا بعض اوقات ما سفر میکنیم پس میگیم که نان افغانستان در جای نیست، آب هوای افغانستان در جای نیست، یگان تو میگی جایی رو ندیدی، نه ما کل جای دیدیم میگم این مساله را، ما امریکا هم دیدیم، اروپا هم دیدیم، دولت عرب اینا. واقعا افغانستان موقعیتی که داره، واقعا از جهت جغرافیایی که افغانستان داره، موسمایی که دارن، خزان و بهار مثلا زمستان اینا در جای دیگه نیست. اما چی کنیم که متاسفانه یعنی مشکلات امنیتی و دغدغه‌های سیاسی، من بازم از من حیث قاری قرآن که دخیل در سیاست نیستم خواهش میکنم از بزرگوارا که ملت ما را بیچاره نسازن، مردم ما را زیاد اینا بیچاره ساختن، گرچه که از خود از بزرگوارا در داخل افغانستان هستن یا نیستن، خب اگر در جامعه هستن خب با شما معلوم است، اگر در داخل هستن دقات سنگای زره هستن، بیرون برن در موترای زره هستن دیگه، سفرشان هم بیزا در کل کشورها برشان آزاد است. چهار تا مردمی که میخوان در این ملت خدمت بکنن، زمینه دل از اینا بسوزه، مثل یک بچهشان برای اینا فکر کنن، مثل یک دخترشان برای فکر کنن، حالشان به این ملت بسوزه، بگذارن که این مایی که الحمدلله با یک فرهنگ غنامند که امروز ما داریم بتونه بیشتر در بین کشورهای دیگه به نمایش بگذاریم، ان شاء الله بتونیم که هر فرد از این ملت افغانستان جوانایش یک نماینده خوب باشن در سطح بین المللی. خب جناب استاد، شما گفتین که باید میتونن که قاری قرآن آزاد است، میتونن چندین رشته را بخونه. خب خود شما بر علاوه از که علوم قرآنی را خواندین در کشور مصر، کدام رشته دیگر هم فرا گرفتین یا خیر؟ خدمتتون عرض برسانیم که در ادامه همی صحبتایم، این کلش برمیگرده بر از اینکه زمینه باید فراهم بکنن، اینا زمینه فراهم بکنن، زمین های مختلف فراهم بکنن، برنامه های مختلف مثلا فراهم بکنن، که امروز ما در مجموعه ما زیاد دکتر داریم، هم قاری قرآن هم دکتر، هم انجینر هم قاری قرآن، مثل شما هم دکتر هستین، مثلا هم الحمدلله شریع اسلامی رو خواندین، هم امروز به الحمدلله ژورنالیسم، این خود از این ما فکر میکنم و هم قاری قرآن هستین، مثلا چندین جزء از قرآن حفظ دارن، الحمدلله قرآن میخونن خود شما و صاحب مثلا یک نمایندگی هستین که 100-200 نفر درس میخوان تحت نظارت شما. ما بسیار زیاد علاقمند هستم که نمیتو قید نشن، یعنی بتونیم که در عرصه های مختلف، من خودم خوب به شما معلوم هستم در صاحب از معهد قرائت جامعه الازهر مصر، من شادنامه دارم، شادنامه عالیه در عرصه علوم قرآنی به حمدالله، و در ایجا علاقمند بودم از سابق که طب بخونم، زیاد علاقمند بودم. خب فرصت برای ما بسیار کمه به خاطر که ما خارج از برنامه قرآنیم، شما تنها بحث قرائت نیست، از ما شما دیدین که امروز 5 دوره ترتیل کامل قرآن دارم، به لسان انگلیسی ترجمه دارم، به لسان دری خودم ترجمه قرآن دارم، لسان پشتو رو شروع کردیم با امید خدا برای اطفال یک جز سیره جور کردیم. اینا کلش البته چیزایی بود که از طرف صوبانه همه میبینن اون را در تلویزیون‌های رسانه‌های مختلف. خارج از این الحمدلله امروز ما
در فارمسی درس میخوانم من. فارمسی درس میخوانم دیگه سمستر اول ان شاء الله تمام میشه. میرم در سمستر دو دعا بکنم. به هر حال یعنی من خودم علاقمند هستم، اگر ما فرصت می داشتم شاید بگویم من دوست داشتم که دو سه لیسانس داشته باشم از مختلف رشته ها. نه و من استطاعت ما دارم. چرا؟ به خاطر من قاری قرآن هستم. خب یعنی نفر قاری قرآن بود و مغز از او انکشافش خیلی زیاده. خودم قیاد نسازتن را قرآن حفظ کرده کل علوم گرفتم. نه قرآن حفظ کردن صحیح که ثواب داره. در قرآن بیشتر علوم اومده تا تشویق برو مثلا یک لسان یاد بگیر، برو لسان انگلیسی بخوان، برو مثلا کامپیوتر بخوان، برو مثلا انجینری بخوان. چی فرق میکنه که همچه خوب قاری قرآن باشی؟ این تو تاثیراتش بیشتر است. در بین انجینرها بری گپ بزنی از قرآن، بین انجینرها مثلا مراسم میشه نه که بری قاری بیارین اعوذ بالله بسم الله دعای قرآن خودت بخوان، ما مسلمان هستیم. در بین دکترها مثلا مراسم میشه، مشاورتا زیاد داریم الحمدلله، خودشان میرن میخوانن قرآن میخوانن، نیاز بر از این نیست که قاری را بیارن. دیگه هدف از اینست که قاریای قرآن بالاتر از دیگه باید عمل بکنند در عرصه علمی. دقیقا. جناب استاد چگونه ارزیابی میکنین فراگیری علوم قرآنی را؟ از کدام طبقه بیشتر است؟ طبقه اناس و یا ذکور؟ استقبال از دو طرف شک درش نیست که الحمدلله. اما ما فکر میکنم این تو تصور نبود در افغانستان که طبقه اناس فعلا به این علاقمندی که هستن این رقم مثلا امروزه فعالیت‌های قرآنی داشته باشن. من فکر میکنم که امیرم دست کم گرفته بودن طبقه اوناسه. نه بله طبقه اوناسه، یعنی خدای نخواسته خدای نه چند نفره که برنامه مبتذل پخش میکنن فکر میکنن کل طبقه اوناسه نمتر است. نه ما امروز الحمدلله بهترین مبلغین قرآن که امروز ما در برنامه خود داریم از طبقه اوناسه هستن. اترام تصور نشه که چند نفره که در رسانه‌ای یا کارهای مبتذل انجام بده کل از اون دیدگاه ببینی که چیزی که امروز خدای نخواسته سیاسارا و خواهرای کسن کلش به می رقم هستن. نه امروز ما خواهرای خیلی مبارز را داریم که الحمدلله امروز اینا برنامه دینی را به بسیار وجه احسنش پیش میبرن اینا الحمدلله. لذا خودش به خودم شخصا افتخار بزرگه که الحمدلله در جمع مجموعه ما شاید بگویم که در 1.5-2000 نفر تحت نظارتم درس میخونه، شاید بگویم که بیشترش طبقه اوناس باشه. امروز نمایندگی ما خب مشخص این میشه که 4 تا نمایندگی ما مختص میشه به طبقه اوناس. خواهرا خودشان علاقمند بودن که هی وای برای ما مختص باشه که ما خود ما درس بخونیم اینا. خب اینی در حقیقت مشخص میکنه همو جایگاه و افکار و ایده های خود همو خواهرای مؤمنه را. در حقیقت من فکر میکنم و افتخار برمیگرده به کل ملت مسلمان افغانستان. خداوند ان شاء الله امسال از اینا را زیاد بکنه در جامعه ان شاء الله. ما دعا میکنیم ان شاء الله جناب استاد. خیلی سپاس جناب استاد. و حالا در این قسمت برنامه خیلی کوتاه فعالیت های جناب استاد آماده نشده است، یک جا با هم میبینیم و البته قابل یادآوری است که بریم ببینیم که جناب استاد در کشورهای مختلف سفر داشتن اما باز هم در افغانستان در همین اوضاع با ما یک جا زندگی میکنه و جای خیلی خرسندی و البته جای خیلی خوشی است که ما چنین اشخاصی را داریم که برالویزی که میتونن که در کشورهای خیلی مرفه زندگی داشته باشن اما باز هم برمیگردن به خدمت به مردم خود و از دل جان میخوای که خدمت کنه به مردم خود و قرآن آموزش بده به جوانان. و یک جا با هم میبینیم و دوباره برمیگردیم.
باز هم خوش آمدین عزیزان ارجمند. و در این قسمت برنامه، قسمی که قبلا یادآور شدم، جناب استاد تلاوت می داشته باشند با ما، و اما چی بهتر است که برنامه ما با صدای زیبای استاد ما ختم شود. و میشنیم از جناب استاد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام حتى مطلع الفجر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتم علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة آياتك الكريم. وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد
وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. خیلی سپاس جناب استاد از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و تشریف آوردین. تشکر از شما. سلامت باشین. این بود برنامه تاجر فی این هفته. تا برنامه بعدی که خدمت شما سرورانم قرار میگیرم، شما را به الله لایزال میسپارم. ایام بکامتان باد.